نگرانی ها در رابطه و دخالت پاکستان در قراری های حکومتی. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی میگوید که پاکستان در تقرری های حکومت افغانستان نقش مهم دارد. سیم خاردار امتیاز اتواقست، تجارت اقتصادی امتیاز اون اتواقست، حتی به بعض موارد که مقرری که لاسته. خاموشی مسئولان در افغانستان بانک در رابطه به قطع برق این بانک، مقامات این بانک در رابطه به قطع برق و غیر فعال شدن کامره های این بانک وضاحت نمی دهند. سیستم برق در افغانستان بانک طوری عیار شده که اگر برق عمومی قطع میشه یا میره، جنریتر که نصب بسته در ظرف 5 الی 20 ثانیه اتومات فعال میشه و تمام شعبه در افغانستان بانک را برق فراهم میسازه. و اوج بحران دیپلماتیک میان بیجینگ و واشنگتن، کنسولگری امریکا در شهر چنگدوی چین در حال تخلیه است. خدا و با عرض سلام به خبرهای این ساعت از کابل نیوز خوش آمدید. من خاطر احمدی هستم با ادامه خبرهای این ساعت. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی میگوید پاکستان در تقرری های افغانستان نقش مهم دارد. رحمت الله نبیل که به یک کنفرانس خبری سخنرانی میکرد، حکومت را متهم میکند که پس از معامله بر خط دیورند، اکنون در افغانستان برخی تقرری های حکومتی نیز به انتخاب پاکستان صورت میگیرد و افراد در اداره های حکومتی پیشرفت می کنند که حمایت پاکستان را داشته باشند. نبیل می گوید در پروسه جاری صلح نقش پاکستان مهم پنداشته می شود، اما کسی در مورد مراکز و آموزشگاه های حراس افغانان چیز نمی گویند. وی می گوید که پاکستان اقدامات اخیر را در امتداد خط فرضی دیورند به دلیل انجام می دهند که سربازان امنیتی را مصروف نگه دارد و به این گونه در امتداد خط فرضی دیورند داعش، لشکر طیبه و گروه های دیگر تروریستی را جا بجا کند. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان هنگام سخنانی به یک نشست خبری در کابل پروسه جاری صلح را مبهم خواند و گفت تعدادی از کشورها و اشخاص منافع سیاسی و اقتصادیشان را در این پروسه مهم جستجو می کنند. نبیل میگوید مردم افغانستان هر روز برای صلح قربانی میدهند، اما حق اشتراک در این پروسه مهم را ندارند. در مورد صلح نیابتی بازم میگم که چیزی که فعلا جریان داره، ما برداشتیم بعضی موارد حتی اسنادی میست که ایران نشان میده که یک صلح سیاسی و اقتصادی است برای بعضی افراد اشخاص، برای بعضی کشورها. نبیل حکومت را متهم کرد که در بدل برخی امتیازات بر سر خط فرضی دیورند با پاکستان معامله کرده است که به گفته شکنون برخی تقرری های حکومت در افغانستان نیز و خواست پاکستان صورت می گیرد. نبیل اظهار داشت که اقدامات اخیر پاکستان در امتداد خط فرضی دیورند به این هدف است تا نیروهای امنیتی افغان را مصروف نگه دارد و به این ترتیب گروه های داعش، لشکر طیبه و برخی گروه های جنگی دیگر را در امتداد خط فرضی دیورند جا بجا کند. سیم خاردار امتیاز اتواقست، تجارت اقتصادی امتیاز اون اتواقست، حتی به بعض موارد که مقرری که لاسته. نبیل میگوید امریکا میخواهد بازی شوروی سابق را تکرار کند که به گفته وی در آن زمان شوروی افغانستان را ترک کرد، اما افغانها را در برابر هم قرار داد. قسمی که قوای شوروی بیرون شد از افغانستان، جنگ بر ما و تو به میراث ماند. اونا به خواست خود آمده بودن، به زور خود آمده بودن، اما جنگ بر افغان رها کرد. حال این برنامه است متاسفانه. امریکا به خاطر مبارزه با تروریسم آمده بود، اما حال جنگش بر ما و خودت رها میکنه، افغان کشیش بر ما و خودت رها میکنه. وی همچنان گفت فاصله میان مردم و حکومت بیشتر شده است. اجماع ملی و اعتماد ملی وجود ندارد. افغان ها از جنگ خسته شدند و به همین دلیل هیچ کس نه جمهوریت تند و نه هم جمهوریت کمرنگ می خواهد. من میگم من از یک شهروند در افغانستان
نه امارت به او تندیر مردم افغانستان دیگه قبول خواهد کرد و نه این جمهوریت با این بی‌مزگی ده. نبیل از هم افغان‌ها و سیاسیون خواست که برای بیرون رفت از بحران جاری با هم متحد شوند و در برابر توطئه‌های دشمن استاده شوند. مقامات در افغانستان بانک در مورد قطع برق برای 4 ساعت و خاموش شدن کمره‌های امنیتی این بانک به دادن وضاحت آماده نمی‌شوند. پس از نشر گزارش کابل نیوز در مورد قطع برق و عدم فعالیت کامره‌های امنیتی این بانک برای 4 ساعت به دلایل نامعلوم دو روز می‌گذرد، اما هیچ یک از مسئولان در افغانستان بانک در این مورد به گفتگو حاضر نمی‌شوند و میگویند که آنان در این رابطه اعلامیه رسمی نشر می‌کنند. روز پنجشنبه کابل نیوز گزارش را به نقل از نجیب الله آزاد رئیس باور نشر کرده بود که برق در افغانستان بانک برای 4 ساعت قطع شده بود و کامره‌های امنیتی نیز از فعالیت باز مانده بود. مقامات پیشین در افغانستان بانک میگن سیستم برق طور عیار شده است که با قطع برق جنراتورها اتومات فعال میشوند، اما این که برق تا 4 ساعت قطع و کمره های امنیتی خاموش شده است، مسئولان بانک باید در این مورد به نگرانی های مردم پاسخ بدهند. در همین حال رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی میگوید که هویت رئیس جدید در افغانستان بانک معلوم نیست و آمدن وی به بانک به هدفی است تا پولشویی کند. از نشر گزارش کابل نیوز در رابطه با قطع شدن برق و توقف فعالیت کامره‌های امنیتی در افغانستان بانک تا 4 ساعت دو روز سپری می شود، اما مسئولان در افغانستان بانک حاضر نمی شوند تا در این مورد وضاحت بدهند. کابل نیوز روز پنجشنبه گزارش را از قول نجیب الله آزاد رئیس باور زواک به نشر سپرده بود که دو هفته پیش برق عمومی در افغانستان بانک برای 4 ساعت قطع و فعالیت کامره‌های امنیتی نیز متوقف شده بود، اما با تلاش‌های مکرر کابل نیوز مسئولان در افغانستان بانک در این مورد حاضر به گفتگو نشدند. هرچند مسئولان این بانک در تماس تلفنی به کابل نیوز گفتند که آنان اعلامیه رسمی را در این مورد به نشر می سپارند، اما دی افغانستان بانک با گذشت دو روز نیز در این مورد خاموشی اختیار نموده است. برخی مقام های پیشین دی افغانستان بانک در این مورد ابراز شک می کنند و می گویند سیستم برق در بانک به شکل عیار شده است که 15 ثانیه پس از قطع برق عمومی جنراتورها به گونه اتومات فعال و برق وصل می گردد. سیستم برق در افغانستان بانک طوری عیار شده که اگر برق عمومی قطع میشه یا میره، جنراتور که نصب است در ظرف 5 الی 20 ثانیه اتومات فعال میشه و تمام شعبه در افغانستان بانک را برق فرام میسازه. بر علاوه که جنراتور نصب است، در چند شعبه کلیدی در افغانستان بانک، یکی از این شعبه کامرای امنیتی است، یک ذخیره کوچک برق هم وجود دارد. در این حال آگاهان میگویند از سال 2001 میلادی به این سو تا اکنون برق در افغانستان بانک قطع نشده است، اما با آمدن اجمل احمدی به عیس سرپرست و تیم وی به این بانک برق برای چندین ساعت قطع میشود و فعالیت کمره‌های امنیتی نیز متوقف میگردد. معاون پیشین در افغانستان بانک میگوید 4 سال در این بانک اجرای وظیفه نموده است و در این مدت برای نخستین بار میشنود که برق بانک برای چندین ساعت قطع گردیده و فعالیت کمره‌های امنیتی متوقف شده است. ما هیچ وقت مواجه با این مشکل نشدیم که دوامدار برای 4-5 ساعت تمام برق در افغانستان بانک قطع باشه و خصوصا از شعبه کامرای امنیتی هیچ برقی نداشته باشه و تمام سیستم از فعالیت مانده باشه. در این حال رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی نیز در مورد بی‌نظمی موجود و عدم شفافیت در دی افغانستان بانک ابراز نگرانی می‌کند. نبیل میگوید اجمل احمدی سابقه روابط با لبنان دارد، هویتش مشخص نیست و همزمان با تقرریش به حیث رئیس بانک در لبنان نامزد شده است. وی میگوید هدف تقرری اجمل احمدی به حیث رئیس دی افغانستان بانک پولشویی است. همه مردم همی تشویش دارن، میگه این امیره به خاطر آوردن که پولیسی ها را سفید بسن یا خزانه دولت خزانه ملی ما چطور چنان شد. ممکن درست نباشه. شکشان از این خود است به این شیوه که این آدم آموجم نصب میشه و یک اختیاردار کل مختار تعیین میشه و تا بال مردم در بسیار وسائل سوال داره، یا دفتن با یک در لبنان نامزاد میشه و ایجا رئیس بانک تعیین میشه
و هیچ کس حق نداره از او پرسان کنه. این شک مردم دارن. این وظیفه حکومت است که این شک برطرف کنه. مسئولان در افغانستان بانک در مورد مسئله قطع برق در افغانستان بانک و توقف فعالیت کامره‌های امنیتی این بانک در حال خاموشی اختیار می‌کنند که قبل از این دو معاون برکنار شده این بانک ادعا نموده بودند که اجمل احمدی یک تیم ده نفری را با خود آورده و همه امور بانک در اختیار وی است. زلمه خلیلزاد میگوید که با حکومت و طالبان در رابطه با کاهش خشونت‌ها و رهایی زندانیان باقی مانده کار می‌کند. نماینده خاص آمریکا در امور صلح افغانستان مسئله تبادله زندانیان و ادامه خشونت‌ها را چالش عمده در برابر مذاکرات بین افغانی می‌خواند، اما می‌گوید برای حل این موضوع با حکومت و طالبان کار می‌کند. خلیلزاد هنگام سخنرانی در ویدیو کنفرانسی که از سوی انستیتوت جهانی صلح آمریکا برگزار شده بود در مورد سطح کاهش تلفات ملکی پس از توافقنامه دوحه در افغانستان نیز خبر داد و گفت که پس از این توافقنامه هیچ یک از سربازان خارجی از سوی طالبان کشته نشده است و در تلفات سربازان افغان نیز کاهش آمده است. در همین حال سفیران ازبکستان و قزاقستان آمادگی نشان دادند که برای تحکیم صلح پایدار در افغانستان به تلاش‌های خود ادامه می‌دهند و این کار برای اتصال منطقوی، رشد اقتصادی و تجارت ضروری است. صلح و ثبات در افغانستان بر تجارت و رشد اقتصادی کشورهای منطقه تأثیرات مستقیم و مهم دارد. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان هنگام سخنرانی به نشستی که از سوی انستیتوت جهانی صلح برگزار شده بود، مسئله تبادله زندانیان متباقی و ادامه خشونت‌ها را دو چالش عمده در برابر تلاش‌های مذاکرات صلح یاد نمود. خلیلزاد در این مورد کار کردن نزدیک با هر دو طرف صحبت کرد تا موانع موجود در برابر مذاکرات حل گردد. پس از توافق صلح با طالبان، دو موضوع در برابر آغاز مذاکرات بین الافغانی مانع خوانده می شود. تأخیر در تبادله زندانیان متباقی میان حکومت و طالبان و ادامه خشونت ها. ما از نزدیک با هر دو طرف کار می کنیم تا این موانع برطرف شود. زلمه خلیلزاد در این ویدیو کنفرانس گفت که پس از امضای توافقنامه صلح دوحه در تلفات نیروهای امنیتی افغان و مردم ملکی کاهش آمده و در این مدت هیچ تبع خارجی از سوی طالبان کشته نشده است. پس از توافق صلح در تلفات نیروهای امنیتی افغان 40% کاهش آمده است. همچنان سطح تلفات افراد ملکی در مقایسه به سال گذشته نیز پایین آمده است و طالبان پس از توافقنامه دوحه هیچ سرباز آمریکایی و ائتلافی را نکشته اند. در همین حال کشورهای آسیای مرکزی میگویند که در بخش پروسه صلح و آغاز مذاکرات مستقیم آمادند. سفیران ازبکستان و قزاقستان تاکید می‌کنند که اکنون در مقایسه با گذشته فرصت خوبی برای صلح فراهم شده است که این کار نه تنها در بخش اتصال منطقوی بلکه در بخش رشد اقتصادی نیز تأثیرات مثبت دارد و افغانستان مسئول به معنای مسئولیت آسیای مرکزی است. فرصت خوبی برای صلح در افغانستان فراهم شده است. حکومت افغانستان و طالبان از فرصت ایجاد شده برای صلح و ثبات در افغانستان استفاده نمایند. ازبکستان آماده است که در بخش آغاز مذاکرات بین الافغانی همکاری کند. قزاقستان از توافقنامه صلح دوحه استقبال میکند. ما به این باور هستیم که کشورهای آسیای مرکزی نقش مثبتی در بخش مساعد نمودن زمینه برای آغاز مذاکرات بین الافغانی ایفا کرده میتوانند. ما میتوانیم تحول ایجاد شده در بخش صلح افغانستان را که هدف آن تامین صلح دائمی در افغانستان است تعقیب کنیم. افغان‌ها با حمایت کشورهای آسیای مرکزی در بخش تحکیم صلح دائمی در افغانستان نیاز جدی دارند. ایالات متحده و کشورهای منطقه در حالی از تسریع تلاش‌ها و همکاری‌ها برای تحکیم صلح و ثبات دائمی در افغانستان اطمینان می‌دهند که طالبان پس از رهایی زندانیان متباقی با آغاز بیدرنگ مذاکرات بین افغانی آمادگی نشان دادند. اما حکومت افغانستان با آتش بس و کاهش خشونت‌ها تاکید دارد. بزرگان قومی ننگرهار به حکومت هشدار می‌دهند که اگر در مقابل تأسیسات نظامی اخیر پاکستان در امتداد خط فرضی دیورند اقدام نکند، آنان خود دست به کار می‌شوند.
صدها بزرگ قومی که نشست را در دوربابای ننگرهار برگزار کرده بودند، بر بی‌تفاوتی حکومت در برابر تأسیسات نظامی در تسوبی و مناطق دیگر از سوی پاکستان انتقاد می‌کنند و سارنولی خواهان شناسایی مسئولان در این بخش شدند که در این رابطه غفلت وظیفوی کردند. بزرگان قومی میگن که در برابر ایجاد دروازه و تأسیسات نظامی پاکستان در دوربابا خاموش نخواهند ماند. آنان همچنان میگن که خارجی ها در برابر این گونه تخطی های پاکستان خاموشی اختیار کردن و جلو تجاوز پاکستان را نمیگیرند. به همین دلیل حکومت باید توافقنامه امنیتی با آمریکا را لغو کند. این صدها تن به هدف مخالفت از تحرکات اخیر نظامی پاکستان که نصب سیمی خاردار، دروازه عبور و مرور و ایجاد پسته های امنیتی در امتداد خط فرضی دیورند و تامین امنیت دائمی در ساحات شانست در ولسوالی دوربابای ننگرهار تجمع نمودند. آنان میگویند پاکستان در ساحات مختلف و به طور خاص در مناطق مربوطه ولسوالی دوربابای ننگرهار و امتداد خط فرضی دیورند سیم خاردار و در منطقه تصوب این ولسوالی دروازه را نصب کرده است، اما حکومت در برابر این همه تحرکات نظامی هیچ گونه اقدامی نکرده است. بزرگان قومی میگویند اگر حکومت خلاف این اقدام دست به کار نشود، قوم های ساکن این ولسوالی پس از عید قربان دروازه های عبور و مرور و تأسیسات نظامی پاکستان را تخریب خواهند کرد. کچیر تا داختر نا افتاد و روست در سیم خردار و در گیر دیزی نلری خیی خطر خواهد آقا که او آقا دولت خو خواهدش دیپلماتیکو اړیکو دلاری لری کهی که مزاب قهریا قوه استعمالی آقا دیو خو خواهده، اما که چیر تا دو کار ونشو نو دو امزلی بیا مو مشوری نکو زکا مو مشوره کرده او نا دو اسی هنلی کرو او نا کینو مشوره هم کرده دیدن تا بیا دیرک عمل کرده. د دې میاشتې او کال ووته چې دا سیمې خاردار شروع دی. او مسؤولینو او د وخت حاکمانو په دې خاوره باندې ډېرو خلکو قرباني ورکړې ده. د دې سودا مه کړئ د پردیو پنجابیانو سره. په دې خاوره د ډاکټر نجیب غوندې خلکو خپل سرونه قربان کړي. تاسو کوم جرأت سره کولی شئ چرا پورته کېږئ او د ازغن تار اجازه ورکوئ چې په د دوو ورونو په سینه باندې د تیر شي؟ لکه زه حکومت نه غوښتنه لرم، هر هغه چا چې دلته وظیفوي غفلت کړی باید چې د دندو لرې شي او عدلي او قضایي ارګانونو ته ورمعرفي شي، ځکه هغه څوک چې دلته ځان مسؤول ګڼي هغه اصلا د دې خاورې سره مینه نه لري. دا خاور خپل عزت نه ګڼي، دا خاور خپل ناموس نه ګڼي. آنان میگویند مقام های مسئولی که در اینجا مرتکب غفلت وظیفوی شدند باید از وظایفشان برکنار و بالای سارانوالی معرفی شوند. بزرگان قومی میگویند که اگر نیروهای خارجی مستقر در افغانستان از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور دفاع نمی کنند باید پیمان امنیتی با آنان لغو شود. آنان همچنان بر حکومت انتقاد میکنند که تعهداتش را با اقوام شینوار عملی نکرد و خانه های آنان که در نتیجه جنگ های طالبان، داعش و حکومت تخریب شده تا اکنون بازسازی نگردیده است. چیزمانی مرکزی حکومت ندا غوخته ندا که دغه کار مخنیوه کلیشی و دی که کمزوره نوی زکا چی دا دنیا سرا و امریکا سرا سوپر پاور سرا امنیتی تنون لری که دا کمزوره و دا بادار کمزوره نوی و که باداری دا نواری و دا نکا من دغس امنیتی تنون نوارو دا دلوغا که دا امنیتی تړون دې که دیر پارا کړی چې زما ماشومان وژني زما کورونه بمبار کا دې ته من تیار نه یو. د وخت رئیس جمهور د شینوارو دې مظلوم قوم سره ژمنې او وعدې وکړي چې عیزانو ستاسو جوماعتونه او کورونه سرکونه چې کوم ران شوي د داعش او طالب او د خارجي هیوادونو د بمبار د عمله دا به زه تاسو ته جوړومه. زما خپل چی شینوارو ته رئیس جمهور راغی منګه چې کوم حقیقي غوا سپینګرو او ځوانانو پورته کوو هغې ته مونږ چاپرې نه خورو او بیا هغه راته خپله باندې ووي چې تاسو خو څه ونه ویل خو زه به دوران کورونه جوړ کړم
متاسفانه او ده متاسفانه چې هغه وعده وعده پاتې ده او تر اوسه هغه وران کورونه هغه څه وران دي. این واکنش در برابر تأسیسات و تحرکات نظامی پاکستان در امتداد خط فرضی دیورند در حال است که نظامیان پاکستانی در کنار نصب سیم خاردار در منطقه ساتوب اولسوالی دوربابا دروازه عبور و مرور و سه پسته جدید را نیز ایجاد کردند. اما حکومت افغانستان تا اکنون به هدف جلوگیری این تأسیسات هیچ گونه اقدام نکرده است. سازمان ملل میگوید که ایمانال زواهری رهبر القاعده در افغانستان است. گروه ناظر تحریم های سازمان ملل با نشر یک گزارش گفته است که القاعده در 12 ولایت افغانستان فعال است اما حضور مخفی دارد. در گزارش که از سوی این اداره نشر شده آمده است که ایمانال زواهری در افغانستان است و این گروه در این کشور از 400 تا 600 جنگجو دارد. گزارش می افزاید در کنار حضور جنگجویان القاعده در افغانستان شمار جنگجویان مسلح پاکستانی در این کشور به 6500 تن می رسد. سازمان ملل می گوید طالبان با وجود تعهدی که در توافقنامه دوحه کردند تا اکنون روابطشان را با گروه القاعده قطع نکردند. در یک بخش از این گزارش آمده است که ایمانال زواهری در ماه فوریه سال جاری به افغانستان آمده و با یحیی حقانی یک عضو گروه حقانی دیدار کرده است. این گزارش در حال نشر می شود که پس از توافقنامه صلح با طالبان نگرانی های در رابطه با حضور جنگجویان دیگری که از سوی خارجی ها حمایت می شوند افزایش یافته است. آلمان دین میگویند که حکومت به دست داشتن در رویدادهای ترور آلمان دین متهم است. مجمع آلمان دین میگوید که حکومت تا اکنون عاملان ترور عیاض نیازی و عزیز الله مفلح را پیدا نکرده است و با آنان جواب مشخص نداده است. به همین دلیل آنان حکومت را در ترور آلمان دین متهم میخوانند. آلمان دین و چهره های سیاسی که در واکنش به مبهم ماندن رویدادهای کشته شدن عیاض نیازی و عزیز الله مفلح گرده هم آمده بودند هشدار دادند که اگر حکومت سیاست ضد اسلام و آلمان دین را ترک نکند عواقب آن خطرناک خواهد بود. آلمان دین با نشر یک اعلامیه هشدار می‌دهند که اگر خواستهای آنان پذیرفته نشود استعفا می‌دهند و موقفشان را خلاف حکومت اعلام خواهند کرد. در اینجا اعضای مجمع آلمان دین افغانستان و چهره های سیاسی به هدف مبهم ماندن رویدادهای ترور مولوی محمد عیاض نیازی و عزیز الله مفلح تجمع نمودند و در این مورد بر حکومت اعتراض می کنند. آنان می گویند حکومت باید هرچه زودتر عاملان ترور آلمان دین را دریافت کند و هشدار می دهند که اگر در این مورد غفلت شود عواقب آن بسیار خطرناک خواهد بود. حکومت دین عاجز نی چه دین دوار و پیخو اخیرن لاسونه اگه تور بخونه چه دا کارونه تر سره کردی دی اگه او پیجنی اگه دتمن پیجندلی دی اگه خلکو تمارو پیجنه تر چو با دا کارونه کیگی محراب و منبر بس اون نوسیگی دا دو پیخی دیری تکان ورکون که پیخی وی افغانستان دو پارا او امت اسلامی دو پارا چه دا پا محراب که او منبر که ورشولی بهتره بداوی سی حکمت دیو علماء و قاتلین پیدا او دی علماء و دی افغانستان دی سلور دیر سوالات و مجمیتا قنات ورکی. آلمان دین میگین مسنان کمیسیون دریافت چگونگی رویدادهای ترور خطیبان مساجد وزیر محمد اکبرخان و شیرشای سوری به آنان گفتند که در بخش تشخیص چگونگی این رویدادها ناکام ماندند. آلمان دین و چهره های سیاسی که در واکنش به مبهم ماندن ترور مولوی محمد عیاض نیازی و عزیز الله مفلح تجمع نموده همچنان هشدار می دهند که اگر حکومت سیاست ضد آلمان دینی و اسلام را ترک نکند عواقب خطرناک خواهد داشت. در صفحه 4 به اساس راپور امنیتی و کشفی نسبت ترور را به شورای پشاور داده اند. جیم همچنان در صفحه 4 به اساس راپور امنیتی و کشفی نسبت ترور را به یک شبکه نامعلوم نسبت کرده است. دال در صفحه 7 مطابق اعلامیه فیسبوکی به نام نهاوند به شبکه دستپاک داعش نسبت داده شده است. را در صفحه 6 گفته شده به اثر سعی تلاش ارگانهای کشفی شبکه تروریستی زیدخل در قضیه شناسایی گردیده
و کار روی گرفتاری اعضای شبکه جریان دارد. این آلمان با صدور قطعنامه گفتند اگر حکومت عاملان این رویدادها را مشخص نکند، از سوی آنان به دست داشتن در این رویدادها متهم است. گپای ما را نادیده گرفتند، ولی متاسفانه در 5 جلسه یا 6 جلسه که ما اشتراک کرده بودیم، تاکید اونا برای همیشه همی بود که سر نخ پیدا شده، عاملین علما شناسایی میشه. یک روز علی مثلا داعش میگفتن، یک روز میگفتن حقانی، یک روز میگفتن طالب، و یک روز میگفتن گروه ها و شبکه های مجهول که هیچ هویتی ندارن. جلسه آخرینشان اینا به ما جواب داد که ما در شناسایی عاملین این دو عالم بزرگوار تا هنوز ما هیچ چیزی دستاوردی نداریم. مولوی محمد ایاز نیازی، خطیب مسجد وزیر محمد اکبرخان و عزیز الله مفلی به گونه پیهم در نتیجه انفجار ماین‌های جاسازی شده در محوطه مساجد جان باختند. اما با گذشت چند ماه نیز تا اکنون عاملان این رویدادها مشخص نشدند. اداره تحقیق ارگ ریاست جمهوری پذیرفت که در پول اختصاص یافته برای مبارزه با ویروس کرونا فساد گسترده صورت گرفته است. اداره تفتیش میگوید که پول اختصاصی برای مبارزه با ویروس کرونا در مرکز و ولایات حیف میل و در برخی موارد اجناس از قیمت اصلی آن چند برابر بلندتر خریداری شده است که هیچ نیاز به آن نبوده است. این اداره میگوید مقاماتی که در فساد مالی دخیل و در آن غفلت وظیفوی از وظایفشان نیز سوء استفاده کردند به ادارات عدلی و قضایی معرفی میشوند. در رابطه با وجود فساد گسترده مالی در پول اختصاصی در بخش مبارزه با ویروس کرونا، بالاخره اداره تفتیش ارگ ریاست جمهوری پذیرفت که در این بخش فساد مالی صورت گرفته است. مسئولان اداره تفتیش ارگ ریاست جمهوری هنگام سخنرانی به یک نشست خبری در کابل گفتند یافته‌های آنها نشان می‌دهد که معلومات دقیقی در مورد تجهیزات و ماشین‌های تنفس مصنوعی که با افغانستان کمک شده است وجود ندارد و وزارت صحت عمومی در این مورد ارقام متفاوتی را ارائه میکند. یافتای ما در کل قاچاق احتمالی ونتیلاتورها را ما در این مقطع رد نمی کنیم، به خاطر که بازرسی ما در کل ادامه داره تا ما ببینیم تمام ونتیلاتورهایی که در گذشته در افغانستان موجود بود و یا که خریداری شده از بازار در افغانستان، تمام از اونها را هم ما شامل لیست خود داشته باشیم. و ایره به اطمینان برتان میگیم که اگر از جمع ونتیلاتورها یک ونتیلاتور هم موجودی نشود و تثبیت نشود که در افغانستان وجود داره، ما صادقانه گزارش از اون را به ملت تقدیم کرده و همچنان مسئولین شب پنجی قانون میسپاریم. این اداره میگوید پولی که برای مبارزه با ویروس کرونا اختصاص یافته بود در مرکز و ولایات حیف و میل شده است و برخی از موادی که به عنوان جلوگیری از گسترش ویروس کرونا خریداری شده است، از یک سو از قیمت اصلی آن چند برابر گرانتر است و از سوی دیگر هیچ نیازی به خریداری آن دیده نمیشد. مسئولان میگویند پروسه استخدام دکتران تازه‌ای که در شفاخانه های مربوطه تداوی مریضان بیماری کووید 19 استخدام شدند شفاف نیست و این دکتران در شمار شفاخانه ها چند برابر بیشتر از مریضان موظف شدند. خریداری ها در بسیاری موارد با قیمت بسیار بلند صورت گرفته. قیمت در بازار به یک شکل بوده اما در ولایات به قیمت های متفاوت خریداری شده. مثلا یک مورد را ما شناسایی کردیم که یک کوچ چینایی به قیمت 73 هزار افغانی خریداری شده در حالی که در بازار بین 25 تا 35 هزار افغانی است. یا در یک مورد دیگه در بدخشان یک سیستم گرم کننده سیروم به قیمت 85 هزار افغانی خریداری شده در حالی که مجموع در بازار به قیمت 40 افغانی به فروش میرسد. متاسفانه در بعض ولایات ما خریداری های غیر مرتبط هم شاهد بودیم در حالی که پول تخصیص داده شده مشخصا برای کرونا بوده. در بعض ولایات مثلا تخت خواب خریداری شده، لنز کمره خریداری شده، تلویزیون های بسیار بزرگ 75 اینچ خریداری شده، سیت های موبایل خریداری شده. این اداره میگوید مقام هایی که در فساد مالی دست دارند به دلیل غفلت وظیفایی و سوء استفاده از وظایفشان به اداره های عدلی و قضایی معرفی میشوند. معرفی بعض از مقامات و مسئولین وزارت صحت عامه به دلیل غفلت وظیفایی و سوء استفاده از منابع دولتی و مقامات عدلی قضایی است. همچنان بعد از تکمیل بازرسی های ما که انشاءالله به حسره وقت انجام میافه، معرفی بعض از مسئولین ولایتی به دلیل سوء استفاده از منابع دولتی به مقامات عدلی و قضایی است. همچنان ما سفارشات مشخص به وزارت صحت عامه جهت بهبود وضعیت شفاخانه ها و پاسخ دهی در مصرف بودجه ولایتی خود داشتیم.
اداره عالی تفتیش ارگ می افزاید این تحقیقات را تنها در 4 ولایت انجام داده است، اما می گوید که تحقیقات آنان در این بخش ادامه دارد و همه کسانی که متهم شناخته شوند به اداره های عدلی و قضایی معرفی می گردند. مقامات روسی و ایرانی در رابطه با تحولات اخیر افغانستان گفتگو کردند. بر اساس گزارش رسانه‌های روسی، سفیر فوق‌العاده ایران در مسکو در رابطه با افغانستان با زمیر کابولوف نماینده خاص رئیس جمهور روسیه گفتگو کرده است. هر دو طرف در مورد تحولات اخیر افغانستان گفتگو کردند و به گفته آنان گفتگوها در این مورد میان هر دو طرف ادامه خواهد داشت. هر دو طرف بر همکاری‌ها در رابطه با پروسه صلح نیز تاکید کردند و میگویند که به گفته آنان تلاش می‌کنند تا در پروسه صلح همکاری کنند. دکتران شفاخانه استقلال به دلیل عدم اتحادیه امتیازاتشان اعتصاب کاری کردند. دکتران میگن که وزارت صحت عامه و ادارات مربوطه هنگام بحران ویروس کرونا در کشور به آنان وعده امتیازات اضافی کرده بودند، اما تا اکنون هیچ امتیاز برای آنان داده نشده است. اما مسئولین شفاخانه استقلال میگن که به اتحادیه امتیازات اضافی به دکتران متحد هستند، اما کارهای وزارت صحت عامه به کندی ادامه دارد. در همین حال مقامات وزارت صحت عامه مسئولان شفاخانه استقلال را در امورشان به بی‌توجهی متهم می‌کنند. با ادامه خبرها خوش آمدید. کنسولگری امریکا در شهر چنگدوی چین در حال تخلیه شدن است. حکومت چین در یک اقدام متقابل پس از آن تصمیم مسدود نمودن کنسولگری امریکا در شهر چنگدو را گرفت که امریکا کنسولگری چین را در شهر هاستن ایالات متحده مسدود نمود. بر اساس گزارش ها یک ساعت پس از خروج دیپلمات چین از کنسولگری هاستن، مامورین نظامی و استخباراتی امریکا وارد ساختمان این کنسولگری شده و آن را تلاشی نموده است. مایک پمپیو وزیر خارجه امریکا کنسولگری چین در ایالات تگزاس امریکا را مرکز دزدی و سرمایه فکری و جاسوسی خوانده بود. در اوج بحران دیپلماتیک میان چین و امریکا، جون ویو یک تبعه سنگاپوری که دفتر سیاسی مشورتی در امریکا دارد از سوی پلیس امریکایی گرفتار شده است و پذیرفته است که کشور چین جاسوسی می‌کرد. خبرهای این ساعت شبتان بخیر. خدا نگهدار.